نهنگ آبی بزرگترین حیوانی که تا حالا روی کره زمین زندگی کرده. وزن این موجود میتونه تا 150 تن هم برسه که از بزرگترین دایناسورها هم سنگین تره. اما نهنگ آبی بزرگترین موجود زنده نیست. بزرگترین موجود زنده؟ خب این بستگی داره منظورتون از بزرگترین چی باشه. بلندترین موجود زنده شاید درخت ردوود معروف به هاپریون باشه که توی کالیفرنیا رشد میکنه. درختی که تا 115 متر بلند میشه. گسترده ترین موجود زنده قارچ بزرگه. خیلی قدیمیه که سطح عظیمی در حدود 2385 هکتار از جنگل‌های ملی اورگان رو پوشونده. میوه اونها در پایه درخت‌ها به شکل گروه‌هایی از قارچ‌های اصلی ظاهر میشه که در واقع قارچ‌هایی که در دید ما نیستند اونها رو تولید کردند. مثل اینکه تصور کنید درخت سیب زیر زمین رشد میکرد و ما فقط میتونستیم سیب‌ها رو ببینیم. این اساساً کاریه که قارچ‌ها انجام میدن. به جز اینکه میسیلیوم یا همون رشته رشد کننده خودش رو نه فقط روی سطح خاک بلکه درون ریشه و تنه درخت هم پخش میکنه و با این کار به گیاه حمله میکنه و غذای اونها رو میدزده تا بتونه به رشدش ادامه بده. با این حال اگر بخوام درباره سنگین‌ترین موجود زنده‌ای که تا حالا پیدا شده صحبت کنیم، باید جایزه‌اش رو بدیم به پاندای گنده که در فلات مرتفع یوتا زندگی میکنه. نه شوخی کردم. این عنوان به صنوبر لرزان تعلق میگیره که به پاندو معروف شده و بیش از 6000 تن وزن داره، یعنی به اندازه 40 تا نهنگ آبی. اگر به جنگل ملی فیشلیک برین تنه درخت‌های عظیم رو نخواهید دید، در عوض جنگلی از درخت‌های با اندازه معمولی خواهید دید. اما با استفاده از تست ژنتیک فهمیدیم که این صنوبرهای لرزان که 106 هکتار از سطح زمین رو پوشونده در واقع مجموعی از یک موجود زنده است که سالهای دور از یک بذر رویده شده. اون درخت کوچیک تونسته اینقدر گسترش پیدا کنه چون ریشه هاش جوانه های بیرون از خاک میفرستن که شبیه درخت های جدا به نظر میرسه، و چون تمام 47 هزار درخت بخشی از یک موجود زنده است، این جنگل یه جورایی غیر طبیعی عمل میکنه. مثلا تمام جنگل همزمان از حالت زمستانی به حالت بهاره میره، یا از شبکه عظیم ریشه هاش استفاده میکنه تا آب و مواد غذایی رو از درخت هایی که نیاز ندارن به درخت هایی که لازم دارن برسونه. از آب صحبت کردیم. اگه وقتی از این موجودات عظیم حرف میزنید آب رو هم در نظر بگیرید، اون موقع قارچ بزرگ ممکن از پاندو هم سنگین تر بشه. اما دست کم دانشمندانی که درباره جنگل تحقیق میکنن تنها به جرمی که در موقع رشد تولید میشه اهمیت میدن، یعنی جرم خشک. و از اونجایی که بیشتر وزن قارچ از آب، پاندو برنده این مسابقه میشه. در هر صورت احتمال داره بعضی از ارتباطات زیر زمین مثل ریشه یا میسیلیوم در طول زمان تشدید شده باشه، یعنی این موجودات بزرگ احتمالاً قبلا کوچک بودن اما هنوز هم قطعه‌های بزرگی هستن. و دست آخر اینکه برای ثابت کردن ادعای بزرگترین موجود زنده امتحان لازمه. قارچ‌ها و صنوبر فقط میتونن مدعی بزرگترین موجود زنده‌ای باشن که تا حالا پیدا کردیم، چون شاید موجودات بزرگتری درست زیر پامون باشن که منتظرن ما کشفشون کنیم.